بود، اینا رو من محکم میگم تو برنامه تلویزیونی هم میگم، اگه قرارم بشه به دادگاه کشیده بشه میگم، ثابت میکنم که نسل‌کشی رخ داد تو این کشور، جنایت بزرگی رخ داد، بدون رضایت خانوم ها، خانوم هایی را مقتوع و نسل کردند، کردند تو نظام های بهداشتی ما، درست؟ کارانه میدادن بهشون تا مقتوع و نسل کنند. تا چند ماه پیش هنوز پول های مملکت را خرج میکردن برای این کار. بنده نامش را دارم که 2 ماه پیش وزیر بهداشت نامه داد که این چیزا رو جمع کنین از توی مراکز بهداشت و دپو کنین. تا 2 ماه پیش پولایی که برای تعدیل جمعیت داده بودن به وزارت بهداشت خرج این کارا داشت میشد. عقیم سازی هایی کردن بدون رضایت مردم، دروغ گفتن به مردم، میگفتن کاری نداره ما الان شما رو عقیمه دو میکنیم، هر وقت بخندید دوباره برمیگردیم، دروغ گفتن به این راحت برگشت پذیر نداره. به مراجع گفتن آقا برگشت پذیره، گفتن اگر برگشت پذیره و لازمه اشکالی نداره، دروغ گفتن به مراجع، برگشت پذیر نبود، به ندرت میشد برگشت پذیر، جنایت بزرگی کردن در حق این مردم. منتش ما الان حرفی نداریم، الان سکوت میکنیم، درست؟ چون الان فرصت حتی بازخواست کردن و این جنایت رو باز کردن نیست، اینقدر فرصتمون کمه. ما 6-7 سال گفتم بدون ما نزدیک یک سیاه چاله داریم میشیم. اینم بهتون بگم، داستان ملت ایران مثل داستان همون دندون دردی که هفته گذشته ششاده کردم، شما شب تا صبح دندونه درد میکنه اما یک بیماری خطرناک قلبی هم تو داری، تو متوجه بیمار قلبی نیستی اما متوجه دندون دردت هستی. دندون درد ملت ایران الان کروناست، دندون درد ملت ایران الان مشکلات معیشتی، گرون شدن ارز، گرون شدن به اصطلاح کوچک شدن سفرهشونه، اما بیماری قلبشون که خبر ندارن، پیر شدن جمعیته که این ام المصائب ایرانه در چند سال آینده. یعنی اون موقع دیگه قابل برگشت نیست، اون موقع آیندگان ما را لعن و نفرین میکنن، درست؟ یعنی ما میفتیم توی سیاه چاله ای که به هیچ وجه دیگه نمیشه از توش اومد بیرون. سیاه چاله ای که یک دفعه با یه جامعه روبرو میشیم که شما همه الان داره پیش لحظه‌هاش میبینی کجا؟ آقا صندوقای بازنشستگی دارن ورشکست میشن. یعنی چی؟ یواش یواش هرم پیری جمعیت ما زیاد میشه و تعادلش نسبت به